سلام. حالا دیگه وضعیت سیدعلی طوری شده که کوسه به جای پنج بوکس و مشت و لگد دنبشو میفرسته وسط، یعنی دومی میچرخونه و بوم میذاره تو آبگاه سیدعلی. بله، شیخ بنفش پاشد رفت دانشگاه تا اونجا یه زهر مخلوط همراه با مخلفات صرف کنه واسه عظما. بعضیا خود دانشگاه و استاد و دانشجو رو مسئله میدونن، میخوان این مسئله رو حل بکنن، دانشگاه رو مسئله میدونن. انشالله که اینجور نیست، الان دیگه نداریم. بعضیا دانشگاه و دانشجو رو تهدید میدونن و نه فرصت. چی گفت؟ گفت بعضیا. منظورش از بعضیا کیه؟ منظورش اینه عزیزان من، ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم. اون چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است. ما از دانشگاه استعماری می ترسیم، ما از دانشگاهی می ترسیم که جوانهای ما را اونطور تربیت کنند که خدمت غرب بکنند. ما از دانشگاهی می ترسیم که اونطور جوانهای ما را تربیت کنند که خدمت به کمونیست کنند. احتمالا اگه الان امام خاک تو گور زنده بود با یه فیلیپینی میزد شیخ فری رو وسط جمالون دراز میگرد. خب دیگه چی؟ لگدت به قبر امام تو دیدی؟ حالا واسه سیدعلی هم چیزی تو چنته داری یا نه؟ یک عده شدن متولی، همه مردم شدن مشکوک، همه مورد تردید، همه مورد شک. شما چه کاره هستید که خودتونو متولد همه چیز میدونید؟ با یه شعار آدم متولی میشه؟ با یک چهره و قیافه آدم متولی میشه؟ به چه مناسبت شما دلسوزتر از دیگران هستید؟ بگذاریم محیط باز ایجاد بشه. هنوز تو فاز شعاربازی و شعاربافی؟ میخواید بگذارید محیط باز ایجاد بشه؟ نه بابا. خب اون وقت دانشجوها باید تو محیط باز چی کار کنن؟ چرا دانشگاه خاموشه؟ چرا اساتید خاموشن؟ ما شهامت سقراطوار رو میخواهیم. از چی میترسید؟ چرا یک کار بزرگ بین المللی انجام میشه، اساتید دانشگاه خصوصی برای رئیس جمهور نامه مینویسن، چرا نمیان حرف، چرا نمیان صحبت کنن؟ لااقل این توافق ژنو اولین گشایش برای دانشگاه و برای پول دانشجوها بود. بابا خیلی بنفشی شیخ فری، یعنی یه جورایی گیج بنفشی. خیال کردی اگه فضا باز بشه بعد دانشجوها با اساتید میان دور تا دوره ریش تو دیوار انسانی ببندن که یهو تیخ کشای ولایت کار دستت ندن؟ معلومه تا همینجای کارم دانشجوها و اساتید واسه تو و تیم مذاکره کنندت ترم خورد نکردن که حالا اینجوری افتادی به التماس. ما در دانشگاه زبان علم، زبان عقلانیت رو گسترش بدیم، در دانشگاه فضایی ایجاد کنیم، اون کرسی آزاداندیشی که مقام معظم رهبری بر اون تأکید کردن. چی شد اون کرسی؟ آزاداندیشی یعنی تضارب آراء آزاد. خوبه خوبه، کوسه بازی در نیار که اصلا به ریختت نمیاد. بدبخت از یه طرف میخواد سوپاپ بازی را بندازه، از طرف دیگه جیگر نداره اسم آزادی رو بیاره. اما خیالی نیست،
تو فضا رو باز کن، شکاف رو بازتر کن. دانشجوها خودشون میدونن چجوری عمامه تو با کوسه و سیدعلی رو با هم بفرستن هوا. ریشش درازه میده چی و حفظ بازه، خامنه ریشش درازه میده چی و حفظ بازه، شیخ دهن دریده فوتوکوپی یزیده، یه عمری مفچریده خشم ما رو ندیده. خامنه ریشش درازه میده چی و حفظ بازه، تا چشم هم بذاره میبینه که سر نداره، کل پا شده تو میدون از امامش آویزون. آخونده بد قواره تو فکر هر فراره، هرچی که خورده 30 سال باید بالا بیاره. خامنه ریشش درازه میده چی و حفظ بازه، تا چشم هم بذاره میبینه که سر نداره، گله پا شده تو میدون از امامش آویزون.